الحمد لله رب العالمين، وخير العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الله متعال ابتدای سوره را به حمد و ستایشش آغاز کرد و به ما و شما تعلیم داد که الله خالق و مالک کل کائنات است. چون او خالق است و در وقت خلقتش تحت اراده کسی دیگری نبود، فرمان کسی را قبول نکرده است و دستور وزیر دستور کسی حکم نمی کند، بلکه مرید است به اراده خودش و در وقت آفرینش از کسی هم مدد نگرفته است و نمی گیرد. در نتیجه از اینکه او خالق و ماست، پس مالک هم اوست، و هرگاه که مالک شد به اساس ملکتش تصرف حق اوست، ولی تصرف الله متعال به اساس عدل است. گاهی ما تصرف میکنیم به اساس جهل، ما غلط میکنیم، تصرف را ظالمانه میشود، و گاهی هم تصرف در ملکت خود به اساس قهر و غصه ای که میآید غلط میکنیم تصرف را. گاه شهوت سر ما غلبه میکند و در تصرف خود غلط میشیم و اشتباه میکنیم. بناهن به ادامه قضیه توحید و یکتاپرستی، باز تصرف را از آن خود ثابت میکند و میفرماید که و این یمسسک الله بضر، و اگر برساند الله متعال به تو بضر، سختی را، مشکل را، مصیبت را، زحمت را، پس باید بدانی که فلا کاشف الا هو، پس دفع کننده نیست آن ضرر را الا هو، مگر او ذاتی که تصرف از آن اوست. پس اگر او بخواهد ضرری به تو برسد، دفع کننده ضررش اصلا وجود ندارد. هیچ کس مانی ضرر تعیین شده الهی نمی شود. و این یمسسک بخیر، و اگر برساند به تو بخیر نیکی را، فهو علی کل شیء قدیر، پس او به هر چیز توانا هست. چرا چنین تعبیر میکنه که اگر او ضرر را بخواهد دفع کننده ضررش نیست، و اگر او خیر را بخواهد دفع کننده خیرش نیست، زیرا او به هر چیز توانا و مقتدر است. چرا و هو القاهر فوق عباده، و اوست غالب بر اراده بندگانش، او غالب است به اراده بندگانش. بنده ها اراده می کند بسیار چیزها را، ولی اراده نافذ می شود از ذاتی که خالق و مالک و مسلط بر اوضاست، اراده از او نافذ می شود. از امام شافعی رحمت الله علیه کسی پرسان می کند که کیف نعرف ربنا، پروردگار خود را چطور مشناسیم؟ و او می فرماید که نعرف ربنا بفسخ العزائم، ما رب خود را مشناسیم
با فسخ قصدهای ما. ما اراده میکنیم یک کار را، زحمت برش میکشیم، وسائل را آماده میکنیم، ولی او شی نمیشود. پس ما میدانیم که اراده ما مقهور اراده الله است. او که بخواهد امو میشود، نه آنچه که ما بخواهم. بنان در اینجا عقیده مسلمان چیست؟ هر آن والقدر خیره و شره من الله. پس خیر و شر از آن اوست. چرا از آن اوست؟ به خاطری که تصرف از آن اوست. چرا تصرف از آن اوست؟ به خاطری که ملکت از آن اوست. چرا ملکت از آن اوست؟ به خاطری که خلقت از آن اوست. پس ارگاه این عقیده را در درون خود آوردیم و محکمش کردیم که هیچ چیز بدون اراده الله متعال صورت نمی گیرد. هیچ چیز. چرا؟ و هو القاهر فوق عباده، و اوست غالب بر بندگانش. مراد در اینجا چیست؟ اراده او غالب است بر اراده بندگانش. بنده ها بسیار چیزا را اراده می کند، بسیار چیزا را قصد می کند، بسیار چیزا را ترتیب می دهد که یک نتیجه دلخواه خودش به دستش بیاید، ولی چنین نمی شود. و هو القاهر فوق عباده، و اوست غالب بر اراده بندگانش. ما بسیار چیزا را اراده می کنیم و قصدش می کنیم، چون عواقب امور را نمی دانیم، بناهن چیزی را اراده میکنیم که به ضرر ماست. ولی رب ما چون ما را میشناسد و خیر را همیشه به ما میدهد، و اراده ما نافذ نمیشود. وقتی که نافذ نشد، بعد از روزها و سالها باز خیر اراده الهی را درک میکنیم، خیر اراده الهی را درک میکنیم. از این خاطر دوستای عزیز، عقیده ما ایست که هر آنچه که رب ما برای ما نوشته کرده است و عطا می کند به خیر ماست. بناهن تقدیر خداوند متعال اصلا شر ندارد. تقدیر خداوند متعال همیشه خیر است. گاهی این خیر را ما زود می دانیم، اما لحظه می دانیم، یک روز بعد می دانیم، و گاهی هم خیری که رب ما در ظاهر ضرر ما به ما داده است، بعد از سالها بازور درک میکنیم و میدانیم. از این خاطر است که در قرآن کریم از رسول ما صلی الله علیه و سلم، از زندگیش، از ابعاد مختلفش بحث صورت گرفته است، و در راه دین بسا مشکلات را رسول ما صلی الله علیه و سلم متحمل شده است، و سخت‌ترین چیزی که او در حیات خود با او روبرو شد، او همانا نسبت دروغی قبیحی که از طرف منافقین بود به همسرش، قضیه افک، و به اصطلاح بدنامی حضرت عایشه رضی الله عنها. ای که شد یقیناً ای آسمان و زمین بر رسول علیه السلام و به خانواده ابو بکر صدیق و به عموم مسلمانان سخت بود، بسیار برش مشکل بود. 40 روز این سختی ادامه کرد، و رب ما یک پیام میداد که لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. این حادثه را هم بد تلقی نکنید، بلکه امی هم خیر است برای شما، امی هم خیر است به شما. پس ما در قضیه افک کدام خیر ظاهری را جستجو میکنیم؟ اصلا وجود ندارد. ولی عاقبت نزد خداوند متعال است. امی هم خیر است، امی هم نیک است. پس اراده انسان اصلا به این نمیشود که یک شیء که مناسب به خود نمیداند او را قبول کند، بلکه همیشه فکرش به امیست که
چیز خوب ازی باید باشد، مجلس خوب ازی باید باشد، مقام خوب ازی باید باشد. ولی و هو القاهر فوق عباده، ولی اراده ذات الله متعال غالب است بر بندگانش، بندگانش غالب است. او که اراده می کند او می شود. و هو الحکیم، و او حکیم هم است. حکیم چی را می گوید؟ که هر چیز را به اندازه ضرورت که سبب کاستی و سبب طغیان نشود به کسی عطا می شود. یعنی به تعبیر دیگری خوبی که در ظاهر ما به او ضرورت داریم به امو اندازه با ما داده شود. و گاهی هم تازیانه تأدیبی هم به حدی باید باشد که پس ما را به جاده باید بیارد. پس حکمت چیست؟ همان عطا برای جانب مقابل، که این عطا سبب طغیان از این هم نشود و سبب ورشکستگی از این هم نشود. و هو الحکیم. از این خاطر بعضی علما حکمت را به معنای قول اگر ترجمه بکند میگویند که قولی که مطابق با واقع باشد، قولی که تعبیری که مطابق با واقع باشد. واقع اگر دانشمند بود او را به امو قدرت باید القا صورت بگیرد، اگر واقع دانشمند نبود، مرد عادی بود، به امو اندازه و تعبیر باید برش تعبیر داده شود. بنان و هو الحکیم، او چی است؟ ذاتی است که در عطا و در منع، در مصیبت و در نعمت حال جانب مقابلش را می داند. رب ما این حکمت را یک جای دیگر تشریح می کند که همیشه ما شما با او دست و گریبان داریم. هر کس می خواهد که اولاد داشته باشد. در اولادا هم تعداد زیادی شاید تلاش بکنه که اولادای مرد داشته باشد. ولی رب ما چی میگه؟ لله ملک السماوات والارض، ملکیت آسمان ها و زمین از آن الله هست. یهب لمن یشاء الذکور، یک سره به یک تعداد مرد میده، بچه میده. و یهب لمن یشاء اناثا، یک تعداد را چی میدهد؟ دختر میدهد. او یزویجهم ذکرانا و اناثا، یک تعداد را بچه و دختر میدهد. و یجعل من نشاء عقیما، یک تعداد را چیزی نمیدهد. ملکیت از آن الله است. یهب لمن یشاء اناث، یک تعدادی را دخترها میدهد. و یهب لمن یشاء الذکور، یک تعدادی را بچه میدهد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یک تعدادی را بچه و دختر میدهد. و یجعل من نشاء عقیما، یک تعدادی را هیچی هم نمیدهد. در اول آیت ملکیت را چی کرد؟ تثبیت کرد ملکیت از آن الله است. معنا چی شد؟ حق اعتراض از کسی نیست، کسی حق را ندارد که چرا بگوید. بعد میگه که این ملکیت خداوند متعال معنای زیر نمیدهد که تصرف خداوند متعال جزافی است، بی تدبیر است، بی پلان است، بلکه تدبیر خداوند متعال در کل کائنات به دقیق ترین سمش وجود دارد. ذلک بان الله العلیم، ذلک بان الله العلیم، ای بخاطر است که الله میداند. بعد میگه القدیر، و توانا هم است. ذاتی که میدهد او میداند، ذاتی که نمیدهد او را میداند. بعد عدم عطایش به اساس ضعفش نیست بلکه به اساس قدرتش است. در اینجا میگه که و هو الحکیم، الله با حکمت است، عواقب امور را او میداند که پشت پرده چی میشود و مآل چی گپ است. ما امی لحظه خود فعلا میفهمیم، برای فردای خود نمیتونیم تثبیت بکنیم شیرا، ولی رب ما حکیم است که به عطای امروز آینده را هم میداند. نتایج مرتبه به عطا و بخشش او را هم میداند. و هو الحکیم. الخبیر دانا هم است. الله چی است؟ ام حکیم است،
هم دانا است. معنا چیست؟ چرا کلمه حکمت را داد با پشت سرش از تعبیر خبیر را داد؟ تا فرق قائل شویم با مخلوق. در مخلوق هم حکما است، ولی حکمت حکما اکتسابی است، به این معنا که یک زمان از تجربه را طی می کند. اگر یک دواست چندین بار به کسی می دهد، یکان بار ضرر برش می رساند در وقت تجربهش و یکان بار ثابت می شود برش. بنان حکمت حکما، طبابت طبیبا به اساس تجربه است و در تجربه چه بسا اوقات خطا می کند. این تجاربش است که به علمش می افزاید، ولی حکمت خداوند متعال به اساس تجربه نیست. الخبیر او دانا هم است، قبل از اینکه عطا بکند می داند عواقب چی می شود و نتیجه چی می شود. بناهن وقتی که چنین است، نباید با توحید مبارزه شود، نباید انسانانی که دارای عقل و هوشن با توحید خداوند متعال دشمنی بکند، بلکه باید بگوید الحمدلله، همه ستایش از هر حامدی که صادر می شود و صادر شده است از آن الله است. چرا؟ اوست تصرف دارد بر ملکیت خودش و اوست که اراده او غالب است به اراده مخلوقش. امیست که یک تعداد آمدن نزد رسول ما صلی الله علیه و سلم و گفتن که کی گواهی می دهد به صحت مدعایی که تو مطرح کردی که این درست است. مجلس کلان بود، کلانای مشرکین به رسول علیه السلام گفت که کی حاضر است که گواهی بدهد که یک خدای کل نظام را کنترل میکند و این 360 بوتی که ما داخل و بیرون کعبه گذاشتیم و این کلش باطل است. ای که چیزی که ما میبینیم باطل شود و چیزی که ما نمیبینیم او حق شود، کی به این گواهیت گواهی میدهد؟ کی به این ادعایت گواهی میدهد؟ کی این مدعایت را تثبیت میکند؟ رب ما به کلمه قل تأکید میکند. در قرآن کریم ارگاه شما کلمه قل را ببینید، دو مفهوم را برای شما میدهد. یک مفهوم این میدهد که این کلام از محمد نیست، بلکه از خالق محمد است و دلیلش کلمه قل است. نکته دو، اهمیت موضوع بعدی را به ذهن موتو میدهد. پشت سر کلمه قل مفهوم بسیار مهم است و او را با غور و با جدیت باید مطالعه بکنی. قل بگو، ایو شیء اکبر شهادتن، کیس از همه بزرگتر به گواهی؟ قل ای شهید اکبر شهادتن، کدام گواه در گواهی دادن بزرگتر است؟ بگو پیغمبر برای مشرکین، کدام گواه در گواهی دادن بزرگتر است؟ اونا ایران ماندن که اینا خو گفتن که برو کدام گواه را، کدام شاهد را برای مدعایت بیار که گواهی بده تو پیغمبر خدا هستی. رب ما چی میگد؟ بگو کدام گواه در گواهی دادن بزرگتر است. اونها دیگه می دیدن که در این مادیات که از او دیگه چرت بزنه که ایش اگه گواهی بدهد گواهی از او درستر است. رب ما چی میکنه؟ سخن را سرش قطع میکند، میگه بگو برای از این مردم، قل الله، بگو الله شهید بینی و بینکم، اظهار کننده حق است در بین ما و در بین شما. قل الله شهید بینی و بینکم، در اینجا شهید به معنای چیست؟ اظهار کننده حق. شاهد را چرا شاهد میگیم؟
به خاطر که اظهار میکند کلمه ای را که با او علم دارد، با او فهم کامل دارد، او را استيعاب کرده است و با مو صداقتش بیانش میکند. پس هرگاه گواهی گواه برسد، قاضی فیصله میکند به مو طرف. پس قضیه گواه مهم است، بسیار مهم است که باید علم داشته باشد، قضیه را استيعاب کامل کرده باشد. بعد از فرا گرفتن علم او را باید اعلام بکند. از این خاطر شهادت به معنای اعلام هم است، به معنای اخبار هم است، به معنای اظهار است. پس در اینجا بگو قل الله، بگو الله که متصرف امور است، خالق کائنات است، معبود برحق است، حاجت روای همه حاجتمند است، شهید اظهار کننده حق است، بینی و بینکم، در میان من و در میان شما، او اظهار میکنه حق را. چه رقم اظهار میکند؟ و اوحی ایلی هذا القرآن و وحی کرده به سوی من هذا القرآن، امین قرآن را که شما فعلا میخوانین، لانذرکم به، تا بترسانم شما را با واسطه از قرآن، لانذرکم به، تا شما را با خبر بکنم با واسطه از قرآن از عواقب و مشکلاتی که در ورا دارید. و همین رقم و من بلغ، و آنان را که قرآن به او برسد، و اوحی ایلی هذا القرآن، وحی کرده شده به سوی من این قرآن. وحی چی را میگوید؟ علما میگه هو اعلام بخفاء بطریق من الطرق. وحی همان اعلام به طرز پنهانی است، به شکل از اشکال که مطابق قد دارد با حالت گیرنده. بناهن ای خفا گاهی به اساس اشاره است، گاهی به اساس کتابت است، گاهی به اساس الهام است، و گاهی هم به اساس کلام خفی است. در این کل حالاتش وقتی که مجموع وحی را میگیریم، یا اشاره است، یا کتابت است، یا الهام است، و یا هم کلام به طور خفی. ولی در قرآن کریم، وحی به معانی مختلف می آید. یک وحی می آید مراد تقدیر تکوینی خلقی است. تقدیر تکوینی خلقی، الله می فرماید فقضا هن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها. آن ذات است که فیصله کرد آفرینش آسمان ها افگانه را، بعد در دو روز و اوحا فی کل سماء امرها، و تقدیر کرد گذاشت در هر آسمان امرها، امو دستورش را. پس ای آسمان ها با ای کرانه های بزرگی که دارد، وحی در حقیقت چیز جا به جا کردن هر شی در جایش. پس ای سیارات ببینین، ای افلاک ببینین، ای حرکتشان را ببینین، ای نظام را درک بکنین، ای کل چطور در مدار خود دور می خورد و یکی هم از دیگری پیشی نمی گیرد، و چی سیستمی در ایجا به کار رفته که هر کدامش در محور خود می چرخد. بعد کلون فی فلکین یسبحون، هر کدامشان در مدار خود شنا می کند. در اینجا الله میگه وحی به معنای چی شد؟ تقدیر کردن و گذاشتن هر شی در جای خودش که از او به ملی به اصلاح تجاوز نمی کند. به همین عنوان سنن و شعور که مناسب است به حال یک مخلوق، ای را برش گذاشت. پس میوه را
به امر تکوینیش تنظیم میکند، چه وقت شیرین شود و چطور شیرین شود. تفاوت در بین میوه ها یعنی چی؟ از کجا شروع شود و به کجا باید ختم شود؟ دوم معنای وحی ادراک غریزی است. ادراک غریزی در درون فطرت عجین میکند، بدون از اینکه از کسی دیگری دستور بگیرد، کدام پوانتون را خوانده باشد، ولی دقیق ترین نظم را رعایت میکند. و اوحا ربک الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. پروردگارت وحی کرد به زنبورای عسل، در درونش برش عجین ساخت، سیستم عجیبی را. این رقم که ان اتخذی من الجبال بیوتا، شما باید عسل خود را بگذارید در مابین قاده های گو تا انسان از او استفاده کند، و در قات درختان در مابین جنگل ها و در صندوق هایی که همه انسان برای شما می سازد. حالا ببینین که این زنبورای عسل این نظام را از کجا می کند؟ پاچا دارد، عسکرا دارد، پیرادارا دارد، و این کل سیستم به شکل عجیب تنظیم شده است. یکی پاچایش است، یکی ماده هایش است، یکی نرایش است، یکی خونسا. بخش زنبورای عسل که او ماده است کاری نمی کند، فقط توالدش و تناسل است. باید این سیستم را نگاه بکند، نو نو زنبور را باید عرضه بکند. او عسل نمیارد، زنبورایی که ماده است عسل را پیدا نمی کند، او فقط توالد و تناسل دارد. زنبورایی که مذکر است او هم عسل نمیارد، او فقط سیستم را پیرداری می کند. در پیش امو جایی که عسل می ریزد، چی قاده های کو باشد، چی چخوری های درخت باشد و چی صندوق های عسل باشد، در گرد از او پیرداری می کند. پیرداری یکی ندارد، سه پیرداری دارد. 12 متر پیش هم پیرداری دارد. هرگاه که از زنبوری که خونسا است، یعنی نه مرد است و نه زن، او عسل را میارد. حالی شما فکر بکنین که این زنبوری که خونسا است به 12 متری صندوق برسد، مردایش تلاشیش میکنه، کجا میری؟ کجا نشستی؟ چه نوع گل را استفاده کردی؟ جای غلط ننشسته باشی؟ اگر جای غلط نشسته باشد، برش میگه عقب بگرد، یک روز دو روز بعد بیا، تو باید پس تصفیه شوی. اگر جنجال بکند، از خط اول پیش میاد به خط دو میگیریش، از خط دو که پیش بیا 3-4 دانه یک جا میشه و از بینش میبرد. رب ما چی میگه؟ و اوحا ربک الی النخل. پس این نظام ادراک غریزی و فطری به عسل کی داده است؟ سوم، وحی در قرآن کریم به معنای الهام و القاف القلب است. الهام در دل می کند، در قلب می کند. طبیعتا امو طرف امو کار می کنی و خواسته و ناخواسته باید انجامش بدی. در ظاهر انسان فکر می کند که چرا این رقم کار می کنم؟ پس مداخله الهی است در ایجا. حضرت موسی علیه السلام به دنیا آمد، فرعون تلاشی ها را در خانه شروع کرد. مادرک حضرت موسی ایران ماند که چی بکنه کتی طفل، ایره خالی میاره میگیریش و میکشش. رب ما چی میگه؟
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ما با مادر موسا چی کردیم؟ الهام کردیم، در دلش انداختیم، نه ای که ملائکه برش آمده باشد. ان ارضعی، فرزندت را شیر بده. ثم القیه فی الیم، باز در مابین آب بندازش. یأخذه عدو لی و عدو له، دشمن ما و دشمن ازی طفل ای طفلک را میگیرد. ثم رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، بعد نترس، پس او را برای تو بر میگردانیم و بعد ازی کلانش میکنیم و رسالت و پیغمبری را برش عطا میکنیم. در اینجا در دل برت القا میکند، الهام برت میکند. و چهارم معنا وحی به معنای اشاره است، خواه اشاره به دست بکند یا به چشم بکند یا به سرش بکند. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا. حضرت زکریا علیه السلام بیرون شد بر قومش، چون از خدا فرزند را خواست. فرزندم چه وقت خواست؟ انگامی که بی مریم را دید که الله چه عطایا به او داده بود، در دل خودش هم گشت که این هم باید فرزند داشته باشد. با اخلاص از خداوند متعال خواست، حسد نکرد، بلکه از خدا چی خواست؟ فرزند را خواست با اخلاص، بدون از اینکه در دلش کینه و دشمنی با حضرت مریم پیدا شود. رب ما حضرت یحیی را برش میدهد و برش میگه که نشانی فرزندت که بر تو داده میشود، 3 روز با کسی صحبت کرده نمیتونی، زبانت است گنگ نمیشه، تلاوت کرده میتونی، تسبیح گفته میتونی، حمد و ستایش کرده میتونی، ولی با مردم صحبت کرده نمیتونی. پس بیرون برآمد، با مردم صحبت کرده نمیتوند، ولی با سر خود اشاره کرد که پروردگارتان را هر صبح و شام به پاکی یاد بکنید. پنجم معنای وحی در قرآن کریم به معنای القای شیطانی است. و کذالک جعلنا لکل نبی عدو الشیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ما به هر پیغمبر و داعی حق دشمنان از شیاطین انسی و جنی تعیین کردیم و اردویشان با هم یک جا می شود، القاعات شیطانی را با هم یک جا می کند تا صد دعوت الهی شود. بنان ای دعوتگرا، تبلیغات دشمنان خدا از شیاطین انسی و جنی این متوقف نمی شود. همیشه شیاطین انسی و جنی پشت کی را می گیرد؟ پشت آنانی که برای تغییر مثبت کار می کند و برای دین کار می کند. پس کل تبلیغات را علیه از او می کند و این سنن الهی است. نباید دعوتگرا از تبلیغ ناشایسته شیاطین انسی و جنی تشویش و دلهره در نفس خود داشته باشند. و ششم وحی به معنای کلام الله متعال که در ایجا مراد است. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. الله وحی میکند بسوی تو و بسوی آنانی که پیش از تو بودند پیغمبران. بنابراین با این تعبیر وقتی که میبینیم که معارف را چی گونه به دست بیاریم، شناخت را چی گونه به دست بیاریم، این تحصیل یگان بار بحث و تجربه است. یعنی ما فهم می موضوع را چطور استيعاب کرده میتونیم، چطور میتونیم دریچه علم را باز بکنیم. یک رایش تجربه است، یک رایش چشم و گوش و امیست. دوم چیزی که از او معارف به دست می آید همان عقل و نظر است. به عقل بسیار چیزها را به دست انسان میتونه بیارد. سومش الهام است، رب العالمین در قلب یک انسان مندازد.
و یک قضیه را که نمیفهمی میدانی، در خواب برات داده میشود. هرچی وحی به عنوان کلام را الهی به رسول ما صلی الله علیه و سلم گاهی در قلب است. ان جبریل نفس فی روعی ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها و اجلها. جبرائیل در قلب من داخت که بدان ای محمد هیچ کس نمی میرد تا وقتش نرسد، تا رزقش تمام نشود. بنان رزق در دنیا آخرین رزقت باید بخوری، و در اون زمانی که خدا برات تعیین کرده، مکانی که خدا برات تعیین کرده، مرگ به سویت می آید. به معنای سم کلمات من وراء الحجاب و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، این مناسب نیست برای یک انسان که خدا مستقیم با او صحبت بکند مگر اینکه الهام وحی برش میکنه، وحیا وراء حجاب، او یرسل رسولا، یا ملائکه را برش مفرسته و کلام خود را برش انتقال میدهد. و سومش رؤیای صالح است که رسول ما صلی الله علیه و سلم بار بار دیده، از جملهش فتح مکه، از جملهش رفتن به عمره که نتیجه شد به صلح حدیبیه، و یا خداوند متعال خواب حضرت ابراهیم خلیل را نقل میکند، یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم بر فرزندش میگه در فرزندم در خواب دیدم که رب به ما دستور میده تو را ذبح بکنم. خواب پیغمبرا وحی است. بناءً و اوحی الی هذا القرآن، وحی کرده شده به سوی من این قرآن که حضرت جبرائیل امین علیه السلام مستقیم به ما آورده، او یرسل رسولا. قرآن کریم وحی متلو است، وحی غیر متلوش احادیث رسول ما صلی الله علیه و سلم است که گاهی احادیث قدسی می شود، و یا هر تعبیر رسول ما صلی الله علیه و سلم حمل بر وحی است. و اوحی الی هذا القرآن، و وحی کرده شده به سوی من این قرآن، لانذرکم به، تا با سبب رسانیدن این پیام الهی شما را بترسانم به آن، و من بلغ، و آنانی را که قرآن به او برسد، قرآن به او برسد، اونا را بترسانم. اینجا یک قضیه است که قابل مکس است. قرآن آمده تا ما را بترساند از مخالفت دستورش. پس لانذرکم بیهی و ای وحی الهی به خاطر انتقال یک پیام است. این پیام به زبان عربی آمده است و رسول ما صلی الله علیه و سلم این پیام را عملی کرده است، تعلیم داده است و تمثیلش کرده است. مفهومی از این که تمثیل کرده در زندگی خودش، از حضرت عایشه رضی الله عنها پرسیده شد که کیف کان اخلاق النبی صلی الله علیه و سلم، ای خلق رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گونه بود و چی قسم بود؟ حضرت عایشه جواب میده که خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود، امر و نهیش کلش تمثیل کرده است، عملی ساخته، به دیگران تعلیم داده است. پس هرگاه قرآن را به معنای وحی بگیریم و وحی را دارای معنا بدانیم، وحی را دارای معنا بداریم، دارای مفهوم بدانیم که به اساس فهم از او مفهوم عمل صورت بگیرد، تبلیغ صورت بگیرد، دعوت صورت بگیرد و تعلیم صورت بگیرد، پس عقیده تمام مسلمانان در رابطه به وحی الهی چیست؟
دارای یک مفهومی است که قابل درک است به ما و توسط رسول ما صلی الله علیه و سلم تعلیم، تمثیل و عملی گردیده است. چی میکند این وحی؟ تا رابطه ما را با خالق ما تنظیم کند. چی میکند این وحی؟ تا رابطه ما را با شما تنظیم کند. چی میکند این وحی؟ تا رابطه ما را با خود ما تنظیم کند. این سه کار داره وحی. پس چطور میتونیم که این وحی را مفهومش را خوبتر درک بکنیم و زیباتر درکش بکنیم؟ میگم قرآن را با قرآن تفسیر کو، قرآن را وحی را با وحی تفسیر کو. اولین تفسیر چیست؟ تفسیر قرآن با قرآن. پس ارگاه تفسیر قرآن آمد، تفسیر شخصیت را و تفسیر عرفیت را بردار. تفسیر عرفی ما: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این قرآن مایی هدایت است برای متقیان. متقی کیست؟ در عرف ما کسی که چتل کارا داشته باشد، مویای جولیده داشته باشد، مردم را دو بزند و او را غرضش نگیرین که ولی خدا است، غرضش نگیرین که این ملنگ است. این تعبیر عرفی ما از متقی است. خو تعبیر قرآنی خودتون نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. کیست متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون لا یأخذون. ینفقون، انفاق میکنه، دجیب نمندازه، سرچپه است. متقی پیش ما کیست؟ کسی که قرار کرده سر زیارت سوشته بازه دجیب جنداخته برود. قرآن میگه کسی است که عطا میکند. ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. پس این تفسیر که آمد، تفسیر جنابای دیگر او سپرتن، او تفسیر نیست. تفسیر قرآن به قرآن بهترین تعبیر است که باید از وحی الهی گرفته شود. چطور میتونیم وحی الهی را خوبتر درک بکنیم؟ با کسی که به سینهش آمده که رسول ما صلی الله علیه و سلم است، با او باید مراجعه بکنیم و وحی را از او باید بدانیم. چه رقم با او مراجعه میکنی؟ رسول ما قولش، عملش و تقریرش تفسیر قرآن کریم است. قول، عمل، تقریر، این تفسیر قرآن است. الله می فرماید شما نماز بخوانید، واقیم الصلاة. چه رقم نماز می خوانی؟ رکعاتش بلد استی؟ سیستمش بلد استی؟ هیچ کدامش بلد نیستی. رسول ما صلی الله علیه و سلم به قولش گفت که صلوا كما رأيتموني أصلي. اتو نماز بخوانید که من نماز میخوانم. پس رکعات او به ما تعلیم داد، رکوع و سجده را او به ما تعلیم داد، ولی ما نماز پیشین میخوانیم. اگر نیت کنیم 10 رکعت نماز میخوانیم، نماز ما نمیشود. 2 سجده در 1 رکعت میکنیم، اگر 4 سجده کنیم نماز ما نمیشود. پس ایست رسول ما صلی الله علیه و سلم تفسیر کننده قرآن است. قولش، عملش و تقریرش. می شود گاه گاه یک کلام الهی بیاید و ما در تعبیرش ایران باشیم که چطور بگیریم معنا را، و تلاش هم می کنیم که متن دارای معناست. متن بی معنا نیست، دارای معناست. معنا را خود به خود قرآن برگردانیدیم، به رسول الله برگردانیدیمش. یگان جای اگر ندانستی به نسل که رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیش کرده، با او مراجعه کو که این قرآن را او نسل تربیه شده دست زیر دست پیغمبر چی رقم گفته است. مراجعه میکنیم به اقوال صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین. پس لفظی، کلمه‌ای که صحابی تعریفش کرد، او تفسیر است، او معنا است. ما در قرن 21 حق نداریم
که از جان خود به قرآن معنا بتیم، از جان خود به قرآن کریم تعبیر بتیم. این حق ما نیست. افقه الناس و اتقى الناس و اعلم الناس اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین هستند. اونها دقیق ترین رمز قرآن را میدانند و ما به تعبیر از اونها تسلیم هستیم و از خود نظر نمیگیم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و مبارک می فرماید که آخذم بکتاب الله، یک موضوع برم آمد به قرآن مراجعه میکنم، در قرآن پیدا کردم امو گپ است. ابو حنیفه از خود گپ ندارد. پیدا نکردم به سنت رسول الله مراجعه میکنم، در سنت رسول الله پیدا کردم ابو حنیفه اصلا نظر ندارد. پیدا نکردم به اقوال صحابه مراجعه میکنم، اگر در اقوال صحابه چندین نظر بود، آنچه که مصادیق فقهی ما و اصولی ما و عرف ما تقاضا میکند، یکی از اقوال صحابه را برمیگزینم، یکی از اقوال صحابه را اختیار میکنم، از خود چیزی ندارم. امام احمد رحمت الله علیه میگه که احمد را میگه این حق هم نیست که در مابین اقوال صحابه ترجیح بیارد یا انتخاب بکند. کلش میگه نظر ما است، کلش نظر ما است، از خود چیزی ندارم. اگر پیدا نکردیم در اقوال صحابه، بعد کجا میریم؟ بعد مراجعه میکنیم به قول، به نسلی که صحابه تربیتش کرد، تابعین، به اوجا مراجعه میکنیم که تابعین آنانی که صحابه را دیدن، شاگردی صحابه را کردن، شاگردی ابوبکر و عمر و عثمان و علی را کردن، اوی چیز را چه رقم تفسیر کرده است. قول تابعی آمد، قول ما به زبان به دیوال زده میشود. اصلا قول ما مدار اعتبار نیست، او قول قول است. در قرن 21 به اساس تأثیر گذاری از کلیسا آل نظریات نو برآمدگی است و متاسفانه در تلویزیون ها هم گردمیز های بر ساخته می شود و برای انحراف نسل جوان ما پیام داده می شود به نام قرائت از دین. این قرائت از دین عنوان می کند و نقد می کند آراء صحابه و تابعین و تبع تابعین را، به شکل عجیب نقدش می کند. مردمی که اونا علم ندارن فکر می کند چقدر زیبا کلام دارد، چقدر زیبا تعبیر می کند و نمونه عملیش را عملا می بینیم که در تلویزیون ها برش واکاوی و چی و چی بر ساخته می شود و چند گمراه خائنی می شیند و تعبیر را در رابطه با قرآن ارائه می کند و نسل ما را قطع می کند از تابعین و تبع تابعین و صحابه و سنت، از جی قطعش می کند. ارگاه تو برش بویی که اینه تو رست، باز می گه ایها قرائتی از این نفر است، برداشتی از این نفر است. چرا این کلمه را می گوید؟ بخاطر که عین قضیه مسیحیت را سر اسلام عزیز ما می خواهد تطبیق بکند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه مردمای کلیسا ششتند که آل خود دشمنی با علم کردیم، حد اقل چطور میتونیم انجیل را نگاه بکنیم؟ حد اقل. بعض یک قضیه را مطرح کردن به نام که متن فاقد از معناست، متن فاقد از معناست و هر کس با تعبیر خودش برداشت خود را از یک متن شرعی داشته میباشد. ارگا تو نقد میکردی آیه از انجیل و تورات را، بعد از او مسیحی برت میگفت که این خب برداشت خودت است، برداشت ما این رقم است، برداشت فلانه این رقم است. آمدن رفتن به تعدد حق، میگه حق یکی نیست، حق متعدد است، هر کس که هر کار میکنه حق است، اصلا باطلی وجود ندارد. پس زمینه را مساعد میکنه برای پلورالیزم دینی و کثرت‌گرایی که اصلا دین واحد حق نیست، هر دین من حیث دین یک نوع برداشت است، خاصی باشد و خواه غلط باشد. بعد آمدن در متون اسلامی، نمونیش از یکی از دوستان میشنویم که وقتی برش علما میگوید که ای نوروز نارواست و رسول ما صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره تشریف آورد و مردم دو روز را جشن میگرفتند و گفت که چی است؟
گفت سبی دو روز است که ما را جشن میگیریم. پیغمبر فرمود قد ابدله الله لکما خیرا منهما، الله برتان بدل کرد این دو روز را، به عوضش دو روز دیگری خوبی به شما داد که او عید سعید فطر است و عید سعید اضحاست. بعد وقتی که برش بوی که مراد از این دو روز به قول فلانه 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 تابعی این نوروز است، باز میگه این خو برداشت از این نفر است، در حالی که ما متن را دارای معنا فکر میکنیم و معنایی که صحابی و تابعی کرد به او تسلیم میشه. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، آنان که در مجالس زور نمی نشینند بلکه از مجالس زور خود را عزت داده بیرون می شوند. زیر ازیر صحابی تعریف می کند، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، حضرت سعید، اینا تفسیر می کند که مرادش نوروز است. وقتی که تفسیر صحابی آمد، برای ما اجازه است که تفسیر داشته باشیم؟ پس ما اجازه نداریم. تفسیر صحابی آمد گپ را خلاص کرد، تفسیر تابعی آمد گپ را خلاص کرد، زیرا متن را دارای معنا می دانیم و معنای مراد توسط قرآن به قرآن، توسط قرآن به سنت، توسط قرآن به اقوال صحابه، توسط اقوال تابعین حل می شود. این مفهوم است. و اوحی الی هذا القرآن، وحی شده به من این قرآن به این معنا که دارای معناست، که دارای معناست. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، با بودن معنا شما را میترسانم. هرگاه معنا هر کس به تعبیر خود بردارد پس انذار نمی آید. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ، و آنان را بترسانم که قرآن برش می رسد، آنان را بترسانم. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَى آلِهَةً أُخْرَى، آیا هستید، آیا شما هستید که گواهی می دهید ان مع الله، ان که با الله هستن، آلهتان اخرى، معبودان دیگر. آیا شما به این گواهی میدین که با الله معبود دیگری هم است؟ عقلتان این را قبول میکند وقتی خالق او باشد، مالک او باشد، متصرف او باشد، قاهر بر اراده مخلوق او باشد، باز عبادت کسی دیگری شود؟ سنگ و چوب با او گردن بگذاری، با او سر تعظیم بگذاری، تا که اونا گپ میزن فورا پیام میدن قل لا اشهد، بگو ما این رقم گواهی نمیتم، ما ابدا گواهی نمیتم. میلیون ها انسان به گو سجده بکند دلیل بر صدق نیست، ما این سجده نمی کنم. میلیون ها انسان به غیر الله چیخ بزند، ما چیخ نمیزنیم. این کارا لا اشهد. قل انما هو اله واحد، بو که اوست معبود یگانه، بگو اوست معبود یگانه، معبود ثانی وجود ندارد. قل لا اشهد، بگو ما گواهی نمیدم، ابدا این کار نمی کنم که معبود دیگری هم با الله است. قل بگو ای پیغمبر انما هو اله واحد، بگو جز این نیست که او معبود یگانه است، او متصرف یگانه ای است، او قاهر بر اراده است. اله واحد و اننی بریء مما تشرکون، و هر آن من بیزارم از آنچه که شریک مقرر میکنید با الله متعال، ما بیزار هستم از آنچه که شما با الله شریک مقرر میکنید، پس خدا کنه و فلانه کنه لا یجوز، برو بچم خدا و فلانه پشت پناهت باشه لا یجوز. نمیگم که گوش شیطان کر، لا یجوز، ما با غیر الله اصلا تصرف را قائل نیستیم. و این یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو، و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء، و اننی بریء مما تشرکون، و هر آن من بیزارم از آنچه که شما با الله شریک مقرر میکنید، چی در مالکیتش، چی در تصرفش، چی در عبادتش. پس مالکیت هم از الله هست، تصرف هم از الله هست، و عبادت هم از آن الله هست.
این آیه ها به ما چی داد؟ چی پیام را داد؟ یک وقت که انسان خواسته باشد بنده باشد، پس اول مالکیت الله را احترام کند. مالکیت الله چی معنا؟ یعنی تو میمان است. هرگاه مالکیت را احترام کردی عزیز میشی. عزیزترین کس کیست؟ میمان. میمان چرا عزیز است؟ به خاطری که ملکیت را محترم میشمارد. به اجازه تو داخل خانه میشود، به اجازه تو جایی که بخوای برش میشانیشه و چیزی که برش عطا بکنی اعتراضم نمی کند. پس هرگاه ما بگیم آسمان و زمین از الله هست و قانون خدا باید نافذ شود و حسب قانون خدا باید بشینیم و بخیزیم، رب ما ما را عزیز می گرداند، همه نعمت ها را به ما عطا می کند، بخشش هایش بر ما بیشتر می شود. هرگاه در ملکیت خدا قانون خود را و تصرف خود را و تعبیر خود را بیاریم، رب ما از ما خفه می شود. وقتی که خفه شود، مثل که صاحب خانه میمان گستاخ را بیرون می کند، عین شک رب ما ما را هم از این دنیا بیرون می کند، بر ما قهر می شود، غصه می شود و نعمت های داده شده شیرینیش را از ما می گیرد. به هر طرفی که می رویم در اوجا خیر را نمی بینیم جز شر، خوبی را نمی بینیم جز شر. خداوند متعال به ما شما توفیق عنایت بکنه که ملکیت الله را محترم بشماریم. ملکیت خدا را که محترم شمردیم، به قانون خدا بازگردن می گذاریم. قانون خدا را که گردن گذاشتیم، بعد از او ما بنده میشیم. بنده یعنی قبول کننده فرمان. بس فرمان به ما داد روزه بگیرید، روزه میگیریم. چرا میگیریم؟ رب ما ما گفت یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامی بیان شد. چرا روزه میگیریم؟ الله گفت. چرا نماز میخوانی؟ الله گفت. چرا حج میری؟ الله گفت. بس در کل چیز فرمان الله است. هرگاه فرمان الله را قبول بکنیم، اما تو که در اخیر روزه خوش میشیم، در اخیر عمر خودم خوش میشیم. اما تو که در اخیر روزه خوش میشیم، در اخیر لحظات عمرت خوش میشی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله المولانا العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.